دوستای خوبم سلام، به کانال یوتیوب بافتنی با لیلا خوش اومدین. در این ویدیو آموزش بافت این مدل زیبا رو داریم. یه مدل خوشه گندم هست که از 4 رج تشکیل شده. این قسمت این 4 رج تکرار میشه. اگر که خواستید خوشه گندم بسته بشه دیگه این چند رج رو در ادامه میبافید، وگرنه همون 4 رج پشت سر هم تکرار میشه. برای دیدن آموزشش با من همراه بشید. برای بافت این مدل برای هر گل نیاز به 7 تا دونه داریم. من اینجا 23 تا دونه سر انداختم. میخوام 2 تا گل ببافم، 2 تا 7 تا 14 تا. یه دونه برای فاصله بین گلها در نظر گرفتم که میشه 15 تا. 4 تا دونه اول و آخر رو هم رکن می بافم برای حاشیه کارم. این 23 تا دونه رو هم 4 رج به زیر بافتم. حالا می خوام از رج پشت کار شروع کنم و مدل رو ببافم. در رج پشت کار دونه اول رو بر می دارم. 3 تا دونه رو به زیر می بافم. این 4 تا حاشیه هست برای 7 تا دونه گلم. رج پشت کار 7 تا دونه رو به رو می بافم. پس به غیر از این 4 تا 2, 4, 6 و 7. این برای گل هست. این یه دونه فاصله بین گل ها. این یه دونه رو میتونید اصلا نبافید. میتونید بیشترش کنید. 2 تا یا 3 تا فاصله بندازید بین گل هاتون. این دیگه دست خودتونه. برای گل 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7 تا به رو می بافم. این 4 تای آخر رو هم رکن می بافم برای حاشیه. در رج روی کار دونه اول رو بر می دارم. 3 تا دونه رو رکن می بافم. میرسم به 7 تا دونه زیر. 2 تا دونه رو به زیر میبافم. دونه سوم رو تبدیل میکنم به 3 تا دونه. یک بار داخلش میبافم. از میل سمت چپ خارج نمیکنم. یه جوته و یک بار دیگه میبافم و بعد از میل سمت چپ خارجش میکنم. دونه بعدی رو بر میدارم نبافته. نخ زیر میله و اینو به این شکل بر می دارم. دونه بعدی رو باز تبدیل می کنم به 3 تا دونه. یک بار می بافم، خارجش نمی کنم. یه جوته می اندازم دور میلم و یه بار دیگه می بافمش و بعد از میله سمت چپ خارجش می کنم. و 2 تا دونه بعدی رو به زیر می بافم. این شد یه دونه از گلها. یه دونه رو و گل بعدی رو به همین شکل تکرار میکنم. 2 تا دونه زیر، این دونه رو تبدیل میکنم به 3 تا دونه. اینو بر میدارم. این دونه هم تبدیل میشه به 3 تا و 2 تا زیر. 4 تا دونه آخر رو هم به زیر میبافم. در رج پشت کار دونه اول رو بر می دارم. 3 تا به زیر می بافم. این شد 4 تای حاشیه. بعد به این شکل می بافم. 2 تا رو. دونه ای که تبدیل کرده بودم به 3 تا دونه. نخ رو میارم روی میل و این 3 تا دونه رو از میل نبافته رد می کنم. یه دونه به رو. باز نخ میاد رو. این 3 تا رو نبافته بر میدارم و 2 تا رو میبافم. یه دونه زیر. برای گل بعدی هم تکرار میشه. 2 تا رو، 3 تا نبافته، یه رو، 3 تا نبافته. 2 تا رو،
و چهارتای آخر رکه. رج روی کار بعدی رو به این شکل می بافم. دونه اول رو بر می دارم و سه تا حاشیه رو می بافم. حالا باید این دوتا دونه رو با این سه تا نخی که از یک دونه بیرون آوردم جابجا کنم و بعد این سه تا رو سه تا یکی کنم. ابتدا با این میل این سه تا رو می گیرم که از میلم که خارجشون می کنم در نرن. این دوتا رو هم با این میل میگیرم و بعد جابجا میکنم و این ستا رو میندازم سر میلم. یه مقدار هم بازشون میکنم. حالا از سمت این طرف میلم رو واردش میکنم و از زیر با همدیگه یکی میبافمشون و بعد این دوتا رو به زیر میبافم. این یه دونه رو باید رجای روی کار بردارم، نبافته برش میدارم. حالا باید این ستا رو با این دوتا جابجا کنم. اول از پشت کار این دوتا رو با این میل میگیرم و بعد این ستا رو با این میل جابجاشون میکنم. این دوتا رو هم میندازم سر میل سمت چپ و به زیر میبافم. این ستا رو با هم دیگه یکی میکنم، فقط به سمت چپ به این شکل. یه دونه رو و برای گل بعدی این کار رو تکرار می کنم. اول این ستا رو با این دوتای اولی جابجا می کنم. به این شکل جابجاشون می کنم. اینا رو می ندازم سر میل و بعد یکم بازشون می کنم. از این طرف میلمو داخل ستا دونه می کنم و به زیر یکی میبافمشون. دوتای بعدی به زیر، این یه دونه رو بر میدارم. حالا این ستا رو با این دوتا جا به جا میکنم. این دوتا رو از پشت کار میلم و میبرم داخلشون و این ستا رو با این میل میگیرم. جا به جاشون میکنم و میبافم. دوتا زیر، این ستا رو با هم دیگه یکی میکنم از زیر به سمت چپ و بعد چهار تا دونه ی حاشیه رو به زیر میبافم به این شکل. در رج پشت کار دونه اول رو بر می دارم، حاشیه رو می بافم. و همه دونه ها رو که برای گل دارم به رو می بافم. مثل رج پشت کاری که ابتدای کار بهتون نشون دادم. هفت رو برای گل و این چهار تا به زیر. و دیگه مدل تکرار میشه. دونه اول رو بر می دارم، حاشیه رو می بافم. در این رج باید دوتا رو ببافم. این یه دونه رو تبدیل کنم به سه تا دونه. این یه دونه رو نبافته بر می دارم. این یه دونه هم تبدیل میشه به سه تا دونه و دوتا زیر. یه دونه فاصله و گلو تکرار میکنم.
در این رج باید این سه تا دونه رو نبافته بردارم، یه رو ببافم، دوباره این سه تا نخ رو نبافته بردارم و دو تا رو، یه دونه زیر، دو تا رو، سه تا نبافته، یه رو، سه تا نبافته، دو تا رو و چهار تا حاشیه. در رج بعد هم باید جابجاشون کنم و هم ستا یکیشون کنم. اول این ستا رو با این میل میگیرم، اینا رو از میلم خارج میکنم و از پشت کار این دوتا رو میگیرم، این ستا رو هم میندازم سر میل، یه مقدار هم بازشون میکنم و از این طرف میلم رو میبرم داخلشون و یکی میبافمشون و دو تا زیر، یه دونه نبافته. حالا این ستا رو با این دوتا جا به جا میکنم، از پشت کار اول این دوتا رو میگیرم و این ستا رو با این میل میگیرم، جا به جاشون میکنم، این دوتا رو هم بر میگردونم، اینا رو به زیر میبافم، این ستا رو با هم دیگه ستا یکی به سمت چپ انجام میدم و تکرار میکنم. فقط برای جابجا کردنشون دقت کنید که دونه ها در نرن. و باز تکرار میشه. رج پشت کار چهار تای حاشیه رو میبافم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، یه دونه زیر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و حاشی. دیگه به همین شکل گل تکرار میشه. من چند بار دیگه گل رو به همین صورت میبافم. فقط بعدش میخوام بهتون نشون بدم که چطوری انتهای کار و انتهای گل رو ببافیم. من گل رو چند بار دیگه تکرار کردم. حالا میخوام نشون بهتون بدم که چجوری خوشه گندم سرش بسته میشه. برای این کار در این قسمت اون سه رج ابتدایی رو بافتم، یه رج پشت کار، یه رج روی کار، یه رج پشت کار که این سه تا دونه ها رو بر میداشتیم. حالا در رج چهارم این کار رو انجام میدیم. دونه اول رو بر میدارم و حاشیه رو میبافم. اینجا برای قبل این سه تا نخ رو با این دو تا دونه جابجا می‌کردیم. در اینجا این یک دونه رو تکی می‌بافیم، این سه تا رو با این یه دونه فقط جابجا می‌کنیم. این سه تا رو با این میل می‌گیرم، این یه دونه رو از پشت با این میل جابجاشون می‌کنم و یه مقدار هم بازشون می‌کنم، از این سمت یکی می‌بافمشون و بعد یه دونه زیر. این دونه یه وسط گل رو بر می دارم نبافته. اینجا هم این ستا رو با این یه دونه جا به جا می کنم. از پشت این یه دونه رو می گیرم.
این سه تا رو از میل خارج میکنم، جابجاشون میکنم و دوباره میگیرمشون. این یه دونه رو هم برمیگردونم و به زیر میبافم. این سه تا رو هم با هم دیگه یکی میکنم و یه دونه زیر به این شکل. و بعد یه دونه رو و گل تکرار میشه. اینو تکی میبافم، این ستا رو با این یه دونه فقط جابجا میکنم. این ستا رو به این شکل جابجا میکنم و از این سمت یکیشون میکنم. یه دونه زیر، اینو بر میدارم، دوباره این ستا رو با یه دونه جابجا میکنم. اینجا هم یه دونه زیر تکی می بافم و بعد حاشیه رو می بافم. به این شکل. ادامه میدم و می خواهیم سر خوشه گندم رو ببافیم. راجع پشت کار مثل قبل حاشیه رو می بافم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت رو. یه دونه زیر، هفت رو. و چهار تا حاشیه. در درجه بعد این کار رو انجام میدم. حاشیه رو میبافم. یک، دو و سه تا زیر میبافم. این دونه وسط رو این دفعه تبدیل میکنم به 5 تا دونه. یک، دو، سه، چهار و 5 و از میله سمت چپ خارجش میکنم. بعد سه تا زیر، یه دونه رو، تکرار میکنم، سه تا زیر، این دونه یه وسط رو این دفعه تبدیل میکنم به 5 تا دونه. یه بار میبافمش، یه جوته. یه بار میبافم، یه جوته. یه بار میبافم و بعد از میله سمت چپ خارجش میکنم. و سه تا زیر. رج پشت کار. سه تا رو. این 5 تا رو بر می دارم نبافته. سه تا رو. یه دونه زیر، سه تا رو، 5 تا نبافته، سه تا رو و 4 تا زیر. و در رج بعد به این شکل می بافم. حاشیه رو میبافم، سه تا زیر رو میبافم، این 5 تا رو با هم دیگه یکی میکنم به این شکل. سه تا زیر، یه دونه رو و گل تکرار میشه. یک، دو، سه، 5 تا با هم دیگه یکی. یک، دو، سه و هاشی. به این شکل.
خوشه گندممون بسته میشه. دوستای خوبم، آموزش این مدل هم به اتمام رسید. اگر که خواستید خوشه گندم ادامه داشته باشه، همون چهار رجی که در ابتدای کار بهتون نشون دادم همونو تکرار کنید. اگر که خواستید تموم بشه و دیگه خوشه گندم بسته بشه، دیگه به این شکل در انتهای کار بهتون نشون دادم انجام بدید. امیدوارم این آموزش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال بافتنی با لیلا رو هم سابسکرایب کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید.